زن، مرد، قصه های تنهایی، جدایی، خوشی و ناخوشی. زنی که عرض حال به دست و گفته به جستجوی دادخواهیه. زنی که کنار پنجره منتظر رأی دادگاست. طلبکار، عاشق، ورشکسته، مظلوم، منتظر، فراری، فریب خورده، همه زیر یک سقف و همه در انتظار یک پاسخ. زنی که با ثمره یک عشق آلوده به گناه در راهروها با چشمان غمناک نگران فرداست و بچه‌ای که نمیدونه شناسنامش از اسم پدر خالی. و من مثل همیشه دنبال یک خبر تازه، شاید یک اتفاق عجیب و غریب، یک جدایی دیگه. بعضی وقتا پاک یادم میره که برای چی اینجا، یادم میره که حرفم منو به اینجا کشونده. مثل آدمای مسخ شده، گیج و گنگ، فقط نگاه کنم. زن راه درازی رو پشت سر گذاشته، خسته است. شوهرش سالهاست که بر نگشته. پیر من اینجا اومده تا اجازه بگیره با یک دختر 14 ساله وصلت کنه. و زن این که در جواب سوالهای من فقط گریه میکنه. پسرکی که نمیدونه طلاق یعنی چی و اینجا کجاست، نمیدونه کاغذایی که دست مادرشه اونو برای همیشه از حس پدر داشتن محروم میکنه. مادری که خوشبختی دخترش رو در جدا شدن از شوهر پیرش میدونه. و باز راهروها، راهروهای پیچ در پیچ، با این همه گریه کور، بچه، ناباله، پیر، همه خسته، با یک سینه سخن و در انتهای راه در تدارک جدا شده. سلام. سلام. بشین. چرا ازدواج میکنین؟ چرا طلاق میگیریم؟ اولیش اضافه است. چرا؟ مگه طلاق بی ازدواج هم میشه؟ نه، ولی ما فقط دنبال طلاق میگیریم. بعدش هم این اون چیزی نیست که من صحبت چه کرده بودم. من نمیدونم ما دنبال چی داریم میگردیم. ببین عزیز من، من دارم دنبال قصه میگردم. ما اگر شماره اول یه سری آمار و ارقام و بحث و تحقیق به خورد مردم بدیم، دیگه دنبالشو نمیگیرن. اما من معتقدم همیشه میشه تو قالب یه رابطه جالب شایدم یه قصه به بررسی علل و معلول بپردازیم. آخه چجوری؟ نه خواهش میکنم، میبینی که من دارم ترک میکنم، اون وقت فندک میزنی. گوش کن. Das beste Mittel gegen Heiraten ist nicht Heiraten. آلمانیه میگه بهترین دوا برای جلوگیری از طلاق ازدواج نکردنه. و به نظر من بهترین دوا برای جلوگیری از ازدواج ازدواج نکردنه. خب حالا چی کار باید بکنم؟ مقالمون در همین زمینه بنویسم؟ چی؟ صبر کن. نه 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 نه، این نظر شخصی منه، دلیلی نداره که منعکس بشه. به نظر من اگر رپورتاج اولت اختصاص بده به آدمای بعد از طلاق میتونه شروع خوبی برای این گزارش باشه. فکر میکنی من نمیخوام بنویسم؟ ولی اونا حرف دلشون رو به من نمیزنن، به من نمیگن، چون من یه نویسندم، چون قلم دستمه چیزی نمیگن. اصلا خود شما حاضر این ماجرای طلاق اول و طلاق دوم و طلاق سوم میتونم بگین که من به عنوان یه مقاله تو مجله منعکس بکنم؟ ببین عزیز من، هر کدوم از اون زنا و مردا که توی اون راه روان یه درد دل و شکایتی از زندگیشون دارن. کسانی که سن ازدواجشون از 3 ماه تا 30 ساله و همشون خیال میکنن پایان تمام رنجاشون طلاق گرفتنه. پاشو برو، برو دنبال این زنا و مردا، ازشون حرف بکش. باشه، من سعی خودم میکنم، انگار چاره‌ای نیست. البته یه چیز یادت نره، تو باید نفوذ کنی. فقط با نفوذ خودت به پشت درهای بسته باید اونا رو باز کنی، باید بشکونیشون. در اون صورت که میتونی یه گزارش از واقعیت زندگی مردم داشته باشی. پس عجله کن و زودتر گزارشتو بیار، بذار روی این میز. خدا حافظ. آفیدرسن. اول بهت گفتم که این پسره آسمون جل به دردت نمیخوره، ولی تو گوش نکردی. تا حالا کارتو بسپر دست من، خودم میدونم چی کار کنم. گوش کردی؟ آخه بده ماما. ریشش دست منه، من میدونم چی کار کنم. تو بسپرش به من، من میدونم. اونی جاست
ببخشید خانم، دادگاه شماره 12 حمایت خانواده کجا؟ طبقه دوم کجا؟ دست چپ در آخر ته راه رو. باشه، خیلی ممنون. بریم، فقط خدا کنه که بیاد. همین امروز کارو تموم میکنم تا شای آخر مسیحیت هم بیاد. هنوز دوباره طلاق دختر نمیدونی چقدر از این پله ها بالا پایی رفتم که سره موتا طلاق نمیده، ولی من هر جور شده طلاقشو میگیرم. خواهش میکنم اینا رو بنشین. خواهش میکنم. خدا تو دادگاه بزنم، اون وقت معلوم میشه که بچه رو میدم به کدومه. خیال میکنی من ساکت بشینم که تو هرچی دلت میخواد بگی؟ چی گفته ساکت بشینم؟ من به فکر آبروم هستم که دهنمو باز نمیکنم. چرا اینا رو به من میگی؟ من وکیل دارم مگه نه؟ بعدش هم باید ببینم بچه خودش دوست داره پیش کی بمونه. تو خیال میکنی این بچه مادرشو میشناسه؟ باشه بگو، هرچی دلت میخواد بگو، این حرفا تازگی نداره. خب پس دیگه حرف بچه رو نمیخوام. خیال میکنی آرزوشو دارم، فقط تو فکر اینم که این بچه زیر دست بابایی مثل تو چی میخواد. تازه یه چیزی میشه مثل مادرش. بله دیگه، همه رو در نیار. هنوز؟ بله آقا، هنوز گرفتارم. میخواستم بگم هنوز به تفاهم نرسیدیم. تفاهم؟ سالهاست که به تفاهم نرسیدیم. راست میگه آقا، ما اگه تفاهم داشتیم زودتر از اینا از هم طلاق گرفته بودیم. اجازه میدین یک سکر کچی رو بگرم؟ بله بندازیم. بله. چه اشکالی داره؟ اونجا رو نگاه کن بابا جون، نگاه کن. بچه ها شاهدن که چی به روز من آوردی. اینا همش بهانه. تو پدرمو دروردی، از دستت قلب در گرفتی. چه حرفا، بگو زیر سرت بلند شده. تو خجالت نمیکشی با این سن و قیافه میخوای زن بگیری؟ از این بچه ها خجالت بکش. حالا آبگوش خوردم، حالا میخوام جوجه کباب بخورم تا چشم. اونی که تو میخوای بگیری پولتو میخواد، نه خودتو. از اون پسر بزرگت خجالت بکش، باید برای اون زن بگیری نه خودت. دوست دارم. تو داری اشتباه میکنی. خفه شو، خدا به چشم خودم دیدم. باور کنی فقط یه سوء تفاهم بوده. خفه شو، خیال کردی من کورم. تو فقط یه دفعه دیگه به این فرصت بدی. این دفعه یه بیستومه که. خب فقط یه دفعه دیگه به این فرصت بدی. اون دفعه هم همینو گفتی یادته، ولی وقتی پام رسید خوی همه چی یادت رفت. گوش بخشی خواهش میکنم یه دفعه. چرا؟ ولی اگه شوهر کنه رنج بچه‌هاتو نمی‌بینی. چه خیال کردی؟ مگه تو زن نگرفتی؟ چرا؟ ولی روزی که داشتی طلاق می‌گرفتی واسه تعهد کردی که بچه‌های منو بدی. یادته؟ آقا از دست تو. حالا بچه‌ها رو بهت نشون نمیدم. خیال کردی حالا که قصدی در رفته اونا رو می‌ذارم زیر دستبال تو شوهر نراشه اونا رو؟ دادگاه تکلیفشون رو روشن کرده. بی خودم نمیخواد آب کنه بگیری. من شما رو میشنستم. شما که تو منجله کار میکنی، شما که همه چی رو به مردم میگین، تو رو خدا عکس ما رو بندازین، تو روزنامه و مجله بنویسین که ما زنا چقدر بدبختیم، بگین که ما چقدر زد میکشیم. آخه چرا نمیذاره بچه همو ببینم؟ چرا؟ بگو که واسه چی بدبختیم. از دست تو به جای رسوندی که طلاق گرفتم. من؟ آره. عکسونم بنداز آقا، بذار همه بفهمن که کی بیچارم کرد. من دوربینو دلش میاد. عکس منو بنداز. دوربین چی کار؟ زندگی خصوصی مردم شما چه مربوطه؟ برو چی عکس بگیری؟ برش برینو. من نمیدونم عکس مار شاپ کنی. برش کن آقا، اگه شما نخواهید برش کن. برش کن. برش کن. رابیو برین.
سلام. سلام. مرتکی دیونه. بیا بگیرش. انگار به موقع رسیدم نه؟ آره. تو همیشه به موقع میرسی. جریان چی بود؟ چرا دوربینتو گرفته بود؟ نمیخواست عکسشونو بندازم. میخواستن طلاق بگیرن؟ طلاق گرفته بودن. پس چی؟ گرفتاری بچه‌شونو داشتن. نمیخوری؟ نه. چیه دلخوری؟ نه. داری فکر میکنی؟ نه. به چی؟ به همون اتفاقی که افتاد. اون که تموم شد. بعدش هم تو باید به این چیزا عادت داشته باشی. البته برو دعا کن که من همیشه سر وقت برسم و نجاتت بدم. آدم دلش میگه. از چی؟ از این همه سرگرمی تنهایی. چرا؟ چی؟ خندیدی؟ نمیدونم ولی یهو فکر کردم که تو چرا به این کار ادامه میدی؟ دوست دارم، دوست دارم. خیلی هم دوست داری. اونقدر که تو زندگی خصوصیت هم اثر گذاشته. طوری که ممکنه دیگه هرگز به ازدواج فکر نکنی. این باید حرف بابات باشه. نه حتما، درست هستم؟ نه، مال خودمه. ولی به هر حال منصرف هم نمی کنه. خوبه، خوشحالم. بله. میدونی بیشتر وقتها موقعی که میرم تو دادگستری و زن و شوهرهایی رو میبینم که با چنگ و دندون دارن همدیگه رو پاره میکنن و برای جدا شدن از همدیگه صف کشیدن، دلم میگیره. چون فکر میکنم که اونا هم یه روزی عاشق همدیگه بودن و تو گوش هم مرتب زمزمه میکردن که عزیزم دوست دارم. خب من به خودم گفتم که ای پسر، نکنه که یه وقت تو هم. جالبه. خب از کجا معلومه که نه؟ به تو گفتم که دیگه بسته. ساکت سگ. تو چیزی؟ سگ داره بخونی؟ بیگه دست برد بده. سلام، چطورین؟ شما دوتا هنوز به تفاهم نرسیدین؟ با کی حرف میزنید؟ بیا، بیا جلو. کیه؟ نامزده ابدی دختره. سلام. بفرمایید بالا. بله، بفرمایید بالا. بله، بفرمایید. یعنی بفرمایید، بفرمایید. چون منظور خودم دو ساله که شام دادیم، نهار دادیم. بفرمایید، اما هیچ نتیجه نگرفتید. بفرمایید تو. قدم رو چشم ما بزنید. ماشینشو نگاه کن. پستری به ما بزنید. خیلی ممنون. من در خود نیستم. کارو گرفتاریه دیگه. میدونی ازش خوشم میاد؟ من میدونم چه دیوانه زبلیه. بله، اگه قرار نبود داماد من بشه اون وقت بهش میگفتم برو جوون بتازون. آره برو که خوب جلوی کشدن تو میگیری. خدا بفر.
همه چیز درست میشه. برو بخواب پسر. میخوایی تو صبح بالا سر من کشیک بدی؟ میخوایی بخوابی؟ راحت باش، تا تو هستی خواب راحت به چشمای من نمیره. دارم فکر میکنم به فردا، به فردا که ایشالله هرچه زودتر سر برسه طلاق نامه تو دستم بگیرم، این دیپلم افتخار قابش کنم بزنم بالای سرم، روزی هزار مرتبه خدا رو شکر کنم. بیچاره، حالا ها باید بگردی تا یکی مثل منو پیدا کنی. آره، این یکی رو راست میگی. تکلیف مهریه‌ام چی میشه؟ تو که میگفتی همه چیزو میبخشی، حالا دیگه رأیم عوض شد. تو طلاق بگیر، دو برابر تقدیم میکنم. حالا دیگه پولتو به رخم میکشی؟ میرم قرض میکنم نزوری. تو طلاق بگیر. مثل این که یادت رفته این دفعه من تقاضای طلاق کردم. تو تقاضا کردی؟ باشه، تو طلاق منو بده. از اولش هم میگفتم من زن نگرفتم، شوهر کردم. انگار یادت رفته چقدر التماس کردی تا منو گرفتی. جوان بودم، نادون بودم. یادت روزی که با من عروسی میکردی خودت بودی و یه دست کت شلوار؟ اگه مادر من نبود که خرج اخکنونت هم باید قرض میکردی. یادش رفته؟ همه چی یادش رفته. آش دست رد به سینم میزدین و این افتخار رو به هم نمیدادین. من بودم که تو رو به اینجا رسوندم. متشکرم. این من بودم که از همه چیم زدم که تو صاحب خونه و زندگی بشی. حالا چی میگی؟ بیچاره هر چی داری از من داری. بر پدرش لعنت که زیرش بزنه. من هر چی دارم از تو دارم. زخم میده، میگرن، دیز، کوف، زهر مار، هر چی دارم از تو دارم. بیچشم و رو؟ یعنی میگی دروغ میگم ها؟ این همه سال تو این خونه کلفتی کردم، از همه چیم زدم، در دنیا رو به روی خودم بستم، حالا این جوابمه؟ بسته دیگه، سرمو خوردی. چی بهت بدم که دست از سرم برداری؟ هیچی نمیخوام. من فقط بچه هامو برمیدارم از این خونه میرم. صبر کن ببینم، مثل این که ما با هم یک قراری گذاشتیم. اونا بچه های منن، من زاییدمشون. قرار گذاشتیم که دختره پیش تو باشه، پسره پیش من. خیال کردی؟ خیلی خوب، پسره رو تو بردار، دختره رو من. دیگه چی؟ دیگه چی میگی؟ اصلا هیچ کدومشون رو نمیخوام. من از خودم چی کشیدم که حالا اونا رو بزرگ کنم؟ خیلی خوب، هر دوشون خودم نگر میدارم. تو رو خدا بس کن. نگهشون دار، اونا باید پیش تو بمونن که روزگار تو سیاه کنن تا انتقام منو از تو بگیرن. دیگه چی؟ دیگه چی؟ حرف بزن. آبرو تو میبرم. چرا؟ واسه اینکه به اینجام رسوندی یا میخوام تمومش کنم؟ دستمو ول کن، دستمو ول کن. عیب که میخوام فردا سالم به دادگاه برسونم. جرأتشو نداری. دیوونه، دیوونه یه زنجیری. Yeah.
خانم خانم ببخشید، ممکنه چند دقیقه از وقتتون رو به من بدین؟ من برای این مجله کار میکنم، درباره این طلاق مطلب مینویسم. میخواید من چی بهتون بگم؟ اگه اشتباه نکرده باشم شما طلاق گرفتین. چرا؟ دست از سرم بردارین. فقط علتشو به من بگین. خواهش میکنم. خانم سلام خانوم، چقدر زیبا شدی. شما هم همینطور. خجالت هم ندیم. ببینم، حتما داری دنبالش میگردی. آره میدونست. چطور مگه؟ ببینم، انتظار کشیدن برای کسی که آدم دوستش داره لذت بخشه. بعضی وقت ولی من تا به امروز هیچ وقت منتظر یه زن نشدم. البته کسی هم منتظر من نشد. نه، از این طرف گفتم. حالا از این طرف. موضوع چیه؟ طوری نگاه میکنین انگار میخواین چیزی دستگیرتون بشه. آره، کی میخواین عروسی کنین؟ به همین زودی. خب این که 2 ساله. نه، جدی میگم. بنابراین باید گفت که قضیه 50% از طرف شما حتمی. فکر کنم 50% مسئولم حتمی نباشه. حتما باید بشینم و جدی با تون حرف. میخواین منصرفش کنین؟ نه، فقط خیال دارم روشن. ببین، ما هم دیگر رو دوست داریم. کافی. با هم تفاهم داریم. کافی. من آدم پرتوقعی نیستم. بازم کافی نیست. اونم فکر نمی کنم غیر از من و کارش به چیز دیگه ای فکر کنه. بازم کافی نیست. منم در سنی نیستم که مارک ازدواج زود رسمون بخوره. کافی نیست. پس چی میتونه برای اینکه ما بله رو بگیم این مسئله رو به حد کفایت برسونه؟ تمام این چیزایی که گفتین. خب ولی آیا فکر میکنین بتونین همین حال هوای خوب ازدواج رو بعد از چند سال داشته باشین؟ بفرمایید. اینم آقاتون. بیا. سلام. آخه من چند تا پیرم بیشتر از شما دوتا فارغ. ببینم، بازم دارین نصیحتش میکنین، باز دارین از ازدواج منصرفش میکنین. درست هست دادم؟ بابا من که رقیبه. ببینین، بذارین یه چیزی رو بهتون بگم. اگه پیرهن پاره کردین، یا پیرهن برای بدنتون تنگ بوده، یا خودتون زیادی تو این پیرهن تقلا کردین. بله، که من بیا قبول کنیم. خیلی خوب. اومدم بشینم باهات حرف بزنم. آخه دیشب با پدرم خیلی حرف زدم. به هر صورت قرار شد بعد از حرف زدنمون یه قرار باهاش بذاریم، ببینیم قضیه تموم میشه یا نه. بعدن در باهاش صحبت میکنیم، قرار میذاریم، ولی امروز نه. مگه امروز چه شد؟ متاسفم. خواهش میکنم. چرا؟ میدونی بالاخره بعد از مدت‌ها یه سوژه خوب گیر آوردم. با یکی قرار گذاشتم که بیاد برام بگه که چرا طلاق گرفته. یه خانم؟ یه آقا خیالت راحت بشه. نمیشه بذاری برای بعد. اصلا نمیشه. نذار از دستم بره. من میتونم. چون نمیتونی بیای. خواهش میکنم، چون دو تا مرد بهتر میتونن با هم حرف بزنن. خب پس نگفتم، عرض نکردم، این تازه اولشه. توجه فرمودید؟ خب برام بفرمایید. بفرمایید امروز نهار میخوام در خدمتتون باشم. اصلا انجام چه کاری؟ نه، تو برو به کارت برس. میخوام سه تا ازدواج با عشق و سه تا طلاق. من بعدا تلفن میکنم دخترم، منصرفش نکنیم. ولی سعی خودم رو میکنم. بیا تو وقت بشه. خدا حافظ.
خودشه. آره قرار بود امروز به ترچی میخواد ببره، ولی اینجا هم داره لجبازی میکنه. چرا؟ بیا کن اون بیشتر از یه چه نگونه بردی. این چیزی هست که بخوای بهش بگی؟ نه من چه حرفی دیگه، حرفی باقی نمونده که بخوام بهش بزن. گفتم شاید بخوای. نه من بهش گفتم که هر چی میخواد بیاد ببره، هر چی که میخواد، اما اون اینجا هم داره لجبازی میکنه. مادر چه عجب از این ورا؟ چی شده مادر؟
باز با هم دعواتون شده؟ نه؟ بچه ها ناراحتن؟ شوهرت مریضه؟ نه؟ پس چی شده؟ تو که داری منو میکشی؟ مادر؟ آره بیار من بخونمش بعد بهت میگم. این کفشو میبینی؟ یه دقیقه صبر کن. این چه حرکتیه؟ ببخشین دلم میخواست این کفشو ببینی. بسیار خب پس بیارش اینجا. خدافظ. خاطو از رو میز وردار. یعنی چه؟ این چه کاریه که میکنی؟ ببخشین میخواستم حرف بزنم. خب بشین حرفتو بزن. چرا پاتو میذاری رو میز؟ این کفشو میبینی؟ خیلی خوب دارم میبینم. چطوره؟ جنسش؟ دوختش؟ ها؟ منو دست انداختی؟ دلتون میخواست یه همچین کفشی داشتیم؟ بله، ولی پولشو ندارم. خب ما مثال میزنیم، مثال میزنیم راجع به همین کفش. خب، آره ببینم، ممکنه احتمالاً برای داشتن یه همچین کفشی به من حسودیتون بشه. آره، خب بعدشو بگو، بعدش واقعا؟ بگوده، خفم کردی. من یه چیزو نمیدونم. چه چیزی رو؟ که این کفش کجای پای منو میزنه؟ این کفش قشنگ و ممکنه خیلی ها حسرتشو بخوره، ولی هیچ کس نمیدونه کجای پای منو میزنه. این همون چیزی بود که وقتی شوهر از من خداحافظی میکرد، وقتی که ازش پرسیدم چطور اون زن به اون خوبی مادر دوتا بچه بعد از این همه سال یهو، آخه چرا؟ به چه دلیل؟ برگشت به من گفت که کفش قشنگی پای منه، قبول دارم، خیلی هم ممکنه حسرتشو بخورن، ولی کسی نمیدونه کجای پای منو میزنه. خیلی حتی پاشون میخشه در میره و صداشون در نمیاد. این حرف سقراطه، سقراط بزرگ، چه درباره زنش گفته. کفشش پاشو میزنه؟ آره اونم کفشش پاشو میزده، اونم گرفتار زنش بوده. نمیدونستی نه؟ نه. خب کفش قشنگ داره میاد، ولی این کفش که پای منو نمیزنه. ولی هنوز فات نکردی. سقراط هم وقتی داشت اون کفشو میخرید نمیدونست که بخش میخچه میزنه. خوبی شده. سلام خانوم، امروز خیلی زیبا شدی. مرسی. با اجازه. خب چی شد؟ هیچ، بی نتیجه. مگه باهاش صحبت نکردی؟ چرا؟ خب چی میگفت؟ چی میخوای بگی؟ خوشحال بود؟ نه، پشیمون؟ اینجور به نظر میومد. صاحب کن ببینم، تو برو کنار. نگفتی از کدوم خونواده هستی؟ نگفتی پدرت کیه؟ نگفتی مادرت کیه؟ ما به جهنم بچه ها چکار رو کرده بودن؟ آخه رو چه حساب این بلا رو سر خودت بودن؟ من باید زودتر از این این کارو میکردم. جور دورتی باید زندگی تو از هم بپاشی. دیگه طاقتم تاق شده بود. داخل کاری میکردین که سرتون کلاک خودت بپاشی. آخه چرا؟ چرا این کارو کردین؟ دیگه داشتم خفه میشدم، داشتم بالا میآوردم، داشتم دیوونه میشدم. حسین همسایه ها آبرو و رفت، اون که بدبخ شده تا دیگه سرکوب نشناسم. بیا بریم، بیا بریم. خواهم
میدونی زن؟ کدوم زن؟ هر زنی که به اینجا میرسه. منظورم طلاقه، چه مقصر باشه چه نباشه. حتی اگه بعد از این همه سال چند تا بچه رو بذاره و بره؟ آخه تو از کجا میدونی که داری یه طرفه قضاوت میکنی؟ هنوز که حرفای زنه رو نشنیدی. من دلیل محکمی برای اینکه اون زن بتونه بعد از 15 سال زندگیشو از هم بپاشه پیدا نکردم. تو از کجا میدونی که کجای پاشو میزنی؟ آخه تو از کجا میدونی که کجای پاشو میزدی؟ بله؟ بله؟ به هر حال من میخوام یه مطلب بنویسم. راجبه چی؟ راجبه زنای طلاق گرفته، بیوه. ولی باید قول بدی که چاپش کنی. خب چی میخوای بنویسی؟ خب میخوام بنویسم وقتی زنی طلاق میگیره، حالا به هر دلیل، چرا باید اینقدر تنها بمونه؟ ولی خیلی از زنها خیال میکنن میتونن با طلاق آزادی از دست رفتشون رو به دست بیارن. اوائل آره، ولی بعدا یه زندگی بی هدف رو شروع میکنن. و بعد از مدتی یادشون میره، بعد دوباره منتظر یه نگاه، یه دست و بالاخره یه شوهر. خب این طبیعت زنی، هیچ زنی نمیتونه تنها بمونه، مخصوصا زن ایرانی که اگه خانواده یه هم داشته باشه بیشتر در محاصره اخلاقی قرار میگیره. همه بهش به چشم یه علامت خطر جزامی نگاه میکنن. باید یه جایی باشه، یه انجمنی، اداره، یه جایی به اسم حمایت از زنان بیوه. میدونیم خیلی ها اشتباه میکنن، خیلی ها به جایی رسیدن که باید طلاق بگیرن، ولی تو این فاجعه بیشتر زنه که تنها میمونه و زجر میکشه. چیه؟ داری فکر آینده رو میکنی؟ نه؟ من که حرف مادر بزرگم همیشه تو میشه که دخترم یادت باشه اگه عروسی کردی باید با لباس سفید بری خونه شوهر تو، با کفن بری اون دنیا. ایشالله اون دنیا؟ نه ایشالله که بتونی طاقت بیاری. منظورت چی؟ هیچی بابا، من از خودم شک دارم. بچه ها برید در باز کنید. فرهاد، فرهاد، یکی برید در باز کنه. فرهاد داری ما این صدا میکنی؟ جوابش نده. میسته رو باز کنه. سلام. تبریک. تبریک 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 مبارکه. این مال تو. این برای چیه؟ این برای مردی که با اقدام جسورانش به جمع مردان آزاد و اجتماع مجرد ها پیوست. ساکر بچه ها میفهم. میدونی؟ من به تو افتخار میکنم. دست راست رو بذار سر من. من به تو افتخار میکنم، چون جرأت و شهامت تو رو نداشتم و ندارم. بیا. تو نمیری سالهای ساله که سوختم و نفسم در نیومده، حالا که دیگه برام نفسی باقی نمونده. خب چطوری؟ تمومش کردی؟ تو تونستی تمومش بکنی؟ ساکت باش. بیا حرف بشن. بگو ببینم. باشه نمیذاری حرف بزنم. ببینم خونه خالیه. آره خونه خالیه. آره بیا بیا. عزبولیه. حالا میتونی مثل دوتا مرد حرف بزنی. بیا اینقدر حرف نزن. باید جوری باش بجی افتادی. من میخواستم بچه ها حس کنم از روز اول بعد از طلاق باید ساندویچ بخورم. اگه این بچه ها نبودن خیالم از هر جهت راحت بود. خب بچه ها رو ببر بذار خونه مادره. نمیتونم، مادرم مریضه. اون پیرزن خودش احتیاج به یه پرستار داره. با این حال باید امروز افتخار کنی که تنها و عزبی. آره دارم سعی خودمو میکنم. اگه بدونی من تو چه جهنمی دارم زندگی میکنم؟ تو نمیدونی، هیچی نمیدونی. آره نه تو، هیچ کس نمیدونه. خدا نمیدونه. بچه ها غذا حاضره. برو تو جوابشم نده. آخه من گشنمیه. حالا یه روزم نهار نخور. اگه نهار نخورم میمیرم. نه خیر، نه ترس، نمیمیری. بچه ها، بچه ها، پس چرا نمیاین؟ دخترم مگه گرسنه‌ت نیست؟ ها؟ تو چی؟
نخیر گرسنه نیست. پدر سوخته. اون دو چرخ لیمویی رو یادته؟ فردا مال تو میشه. باش باش بریم دختر. به سر بالش بیا. و بلند شد دیگه. پدر سوخته. بریم. به عمو حسین سلام کنی؟ سلام بچه ها. بشین اینجا باشه. بشین. عزیزم تو هم همونجا بشین. بابا براتون غذا پخته بخوریم ببینی خوشمزه‌ست یا نه. بارکلا. بیا بگیر اینو هم بزن ببینم. سلام. سلام. چطورین بچه ها؟ منو میشناسی؟ عمو حسین؟ عمو حسین؟ منو شناختی؟ عمو حسین دیگه. آره؟ الان گرسنه شونه سر حال نیستم بذار شامشونو بخورن چنان از سر کولت بالا برن که پایت هست کن. امو حسین امو حسین چرا نمیخندیم پدر شوخته ها؟ ای پدر شوخته ها به من میگن یه سر و دو گوش. تالا یه سر و دو گوش دیده بودین؟ من همونم دیگه. به ما میگم در نیا که من در اومدم. بازم که نمیخندیم که. چرا بخندی؟ چی؟ اصلا چرا میخندی؟ چرا نخندم؟ میگه چرا میخندی؟ ببینم اگه توی خونه خنده قدغنه؟ چرا نخنده بابا جان؟ مگه چی شده؟ هیچی، ولی آخه از وقتی که اومده همینجوری داره میخنده. مگه نمیدونه که شما و مامان اصلا طلاق گرفتین؟ اون لبخند قشنگی که همیشه گوش لباد حالا چی داری؟ کی هستی؟
چرا هیچ وقت من تو رو پیش خودم حس نمی کنم؟ با چرا ساکت شدی؟ با تو هم یه چیزی بگو، حرف بزن. ما داریم پیر میشیم، خسته شدیم، داریم میمیریم. آخ که داریم بالا میاریم. یعنی باید اینجوری بشاره؟ با تو هم بگو چرا خوابت برده؟ آهای Oh.
دختر بهاره، داری گریه میکنی بابا؟ نه. چرا؟ تو داری گریه میکنی؟ چی شده بابا جون؟ هیچی، حوصله ندارم. واسه چی حوصله نداری؟ نمیدونم. بگو عزیز دلم، به بابا بگو که چرا داری گریه میکنی؟ نمیدونم، خودش هی میاد. من میدونم چرا گریه میکنه. او میخواد بره پیش ماما. تو چی؟ اون دلش واسه مامان تنگ شده. آره تو چی؟ اون میخواد فردا بره پیش مامان. آره تو چی؟ اون میگه شما طلاق گرفتین، تقصیر ما چیه؟ بخور تازه است. خب تعریف کن ببینم. از کجاش برات بگم؟ درست انگار یه کتابی رو گرفتم و خوندم و گذاشتم کنار. درست مثل خودم. حسین بیا ببین چی میگه. من هم کتابی رو که خوندم باید بذارم کنار و یه چیز دیگر از نو شروع کنم. من که موافقم. نه بابا واقعا؟ بگو به خدا. به خدا آدم دروغگو. چایی تو سرد شد خانم. چایی تو بابا؟ نه نمیخورم. پس میوه بخور. نمیتونم، حتما غذام نخورد. آخه تو چته؟ انگار یه دفعه از خواب پریدم، گیجم، نمیتونم درست حواسم رو جمع کنم. ای بابا بی خود خودتو داری ناراحت میکنی. اگه الانم با اون بودی بازم همینو میگفتی. خودم هم نمیدونم، شاید. به هر صورت هر بخواستین خانم میتونیم بیاین پیش ما. ما اینجا اتاق زیادی هم داریم. راست میگه، اصلا یه مدت بیا اینجا بمون. راستش الان نمیدونم که چی کار میکنم. میخواین تو اداره خودمونم براتون یه کاری جور کنم؟ میگم که امشب یه جایی دست جمعی بریم. منظورم یه جایی که به ایشون خوش بگذره. یعنی ما باید ببریمش بیرون که دلش واشه دیگه، مگه نه؟ یه دقیقه باش بیا اینجا. بسو ببینم چیه؟ چه خبر؟ ببینم از چی تالا دست دل باز شدی؟ آخه من که حرفی نزدم، گفتم بیچاره طلاق گرفته دلش شکسته، ببریمش یه جایی که دلش باشه. چرا این دست دل بازی رو بس من نداری؟ همچی که دیدی طلاق گرفته در سخاوتت وا شد، چرا منو جایی نمبری که دلم باشه؟ خانم جون خواسته بهتره، من تو رو حفظ کردم. خیلی خوب خیلی خوب، من تو رو میشناسم. دیگه از این طرفو نگونیا. چشم به خدا قرنج. خواهش میکنم بفرمایید. به هر حال این یه گزارشه، یه گزارش از حرفا و مسائل یه زن و شوهر بیوه در یک هفته بعد از طلاق. ولی باز این اون چیزی نیست که حرفشو زده بودیم. مصاحبه و درد دل زنای بیوه و و و و اینه که چی؟ من میدونم شما یه مطلب میخواید. آره؟ به هر حال اون چیزی که میخواید هنوز تموم نشده. میتونم بپرسم کی تموم میشه؟ ولی فقط دو روز وقت داریم. شاید تو این دو روز یه اتفاقی بیفته. باید صبر کنیم ببینیم چی پیش میاد. تکلیف من چیه؟ گفتم که باید یکی دو روز صبر کنیم. خوبه، پس تو میگی ما باید بشینیم ببینیم چه اتفاق میفته. آره؟ ببین من نمیخواستم یه گزارش مستند از طلاق تهیه کنم. من میخواستم تو را بیفتی تو دادگستری یا هر جای دیگه یه سرنخ گیر بیاری، دنبالش بری، اون وقت بشینی و یه قصه بنویسی. قصه‌ای که نزدیک به واقعیت باشه، چیزی که خواننده بخونه، هر هفته
دنبالشو بگیره و در این حال حس کنه که داره یه قصه کاملا واقعی رو در مورد طلاق. آره طلاق یه قصه واقعی. خواهش میکنم اینقدر طلاق طلاق نکنی. این به نظر من از اون طلاقاست که فقط لجبازی دلیل درست و حسابی نداره. بفرمایید داشتشون بدید. بفرمایید. به خدا اگه میتونستم این کارو میکردم. آها حالا که نمیتونم. اینو نگاه کن. دلت میخواستی همچی کفشی داشتی؟ نه. نه؟ ولی تو از کجا میدونی که این کفش قشنگ کجای پای منو میزنی؟ خب منظور؟ بچه های من زاییدمشون. قرار گذاشتیم که دختر پیش تو باشه پسر پیش من. خیال کردی؟ خیلی خوب پسر رو تو بردار دختر رو من. دیگه چی؟ دیگه چی؟ اصلا هیچ کدومشون رو نمیخوام. من از خودم چی کشیدم که حالا اونا رو بزرگ کنم؟ خیلی خوب هر دوشون خودم نگر میدارم. بار خدا بس کن. نگهشون دار. اونا باید پیش تو بمونن که روزگارتو سیاه کنن تا انتقام منو از تو بگیرن. دیگه چی؟ دیگه چی؟ ورد بزن. آبرو تو میبرم. چرا؟ واسه اینکه به اینجام رسوندی و میخوام تمومش کنم؟ دستمو ول کن. دستمو ول کن. هیچ. Thank you.
خواهش کن بذار بره. مجدگانی بده ای خلوتی نافکشا، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. آخی قربونت برم، آخی خوب اومدی، درست اومدی، سالها پیش باید می اومدی، انتظارتو داشتیم، جات خالی بوده. آم چیه؟ چیه؟ میخوام آزادی تو اعلام بکنم. امشب هرچی گیلاس توی این مجلسا باید به سلامتی تو بره بالا. نه نه خواهش میکنم. چرا؟ خواهش میکنم ساکت، نمیخوام کسی چیزی بشه. چرا؟ خواهش میکنم حرفی نزن. باشه خیلی خوب، باشه خیلی خوب. بلنش گیلاس تا بردار، بیا بریم رفقا همه اینجا جمع. بلنش بیا، بلنش، همه شون رفقای چندی سالن، همه شون شوهرهای شکست خوردن. بیا اینجا، بیا اینجا بشین. بیا دوستان ببینین کی به جمع ما اومده. بشین جا، بگی بشین. بفرمایید. به چه خوش آمدی و صفا کردی، چه عجب شد که یاد ما کرد. قلم پا در اختیار تو بود یا که سهو القلم خطا کرد. قربونت برم، تو کجایی برادر؟ آفتاب از کدوم سو دمیده که تو امروز امشب یاد ما کرد. چه با نازم یاد ما کرد. با تو من آشتی نخواهم کرد، از همان ره که آمدی برگرد. آخه این رسمه چی میگم با تو؟ کجایی من؟ چند ساله که ما با هم زندگی نکردیم، یادته؟ 15 سال میشه. شایدم بیشتر. یعنی باز اینجور باشه؟ نه. رفیق بودیم ما، یادته؟ زندگی ها داشتیم، یادته؟ یادته اون نامه های عاشقانه رو، واسه اونی که خاطر خوش بودی، واسه اونی که گرفتیش الان زنته؟ همه شو من نوشتم. حتی روی اینو نداشت که نامه ها رو رد کنه، یادته؟ اسمش چی بود؟ آزر. آره، به سلامتی. بچه ها چی؟ چند تا بچه داری؟ دوتا. زنده باشن، میخوریم به سلامتی همش، زنه، بچه ها. تو چند تا داری؟ زن من مرد، هیچ یادگاری هم واسه ما نذاشت. یعنی چه؟ ما امشب اومدیم اینجا حال بکنیم؟ این حرفا چیه میزنی؟
شما زن داری؟ موشم بچه چی؟ من هم یه 20 سالی میشه که زنم رو گم کرد. یه روز به سرم زدم، زدم بیرون. وقتی برگشتم دیدم گذشته رفته. هرچی دنبالش گشتم پیداش نکردم. اون موقع زنم حامله بود. پسرم از خیال رفته سربازی. آقا، یعنی یه روزی میتونم زن و بچه همو پیداشون کنم. حدس میبونم دل شما از من تنگ شده. نتونستم ببینمش. نه، با این حال که نمیتونم ازش عکس بگیرم. فکر نمی کنم مسئله خودکشی باشه. بله، به زنش اطلاع دادم. البته زنش سابقش. نه، تنها نبوده، با یه پیره مرد. اون حالش خوبه، هنوز نمیدونم قضیه چیه. خیلی خوب، با تماس میگیرم. خدافظ. سلام. سلام. من بهتون تلفن کردم. شما باهاش بودی؟ نه، یه پیرمرد باهاش بوده. اونا شب تا صبح با هم بودن. البته اون حالش خوبه. چطور به شما تلفن کردن؟ از اینجا به من زنگ زدن، چون شماره تلفن من تنها شماره‌ای بوده که تو دفتر تلفنش پیدا کرده. نمی‌خوین ببینینش؟ اتاق 114. از این طرف. فعلا بیهوشه. دکتر بالا سرشه.
ناراحتین؟ نمیدونم. فکر میکنید خودش واسه این اتفاق بیفته؟ نه، اونی که من میشناسم نه، هیچ وقت. شما چی؟ هیچ وقت شده به این فکر بیفتید؟ من؟ آره، اون وقتا که دیگه هیچ راهی برام نمیموند، ولی بودن بچه هامون منو نگه میداشت. ولی به هر حال وجود بچه هم نتونست شما رو نگه بده. منظور من این نبود. فرقی نمی کنه، به هر حال نیستی. عجیبه، چطور دلتون اومد اونا رو تنها بذارین؟ اونا تنها نیستن، پیش پدرشونه. فکر میکنید این کافیه؟ خیال میکنید من عاشق بچه هم نیستم؟ نمیدونم، ولی اینجور به نظر نمیاد. کی میدونه تو این مدت چی کشیدم؟ حتما عذاب کشیدی. داشتم میمردم. خب شاید، ولی ولی با تمام اینا گذاشتمشون پیش اون. دیگه نمیخواستم تنها باشه، دیگه نمیخواستم راحت زندگی کنه، دیگه میخواستم با اون بچه ها عذابش بدم، اونقدر که قدر منو بدونه. لجبازی ها؟ اسمشو هرچی میخواییم بذارید. پس تو این بازی بچه ها فدای لجبازی شما شدن، درست میگم؟ ها؟ بگید. من باید یه کاری میکردم، باید یه چیزی رو عوض میکردم، باید یه سرانجامی به این زندگی میدادم. حالا فکر میکنید که طلاق سرانجام خوبی برای این زندگی بوده؟ یک زندگی، حالا هرچند که جهنمی بوده باشه. خواهش میکنم دست از سر من بردارید. آخه تو حالی نیستم که بتونم جوابتون رو بدم. دارین منو محاکمه میکنین؟ خیلی خوب، اینجا بیمارستانه، من دیگه سوالی ندارم. سلام دکتر. حالش چطوره؟ سلام. خوشبختانه چیز مهمی نیست، یه شکستگی مختصر از ناحیه پیشانیه، البته فعلا بیهوشه. دکتر من ایشون همسر ببینم، شما خانمشون هستی؟ به هر حال بفرمایید، میتونین ببینید. متشکرم. بفرمایید. ممکنه لطفا شما جلو برید؟ بله. صاحب کنین. چرا من ها؟ چرا منو صدا کردین؟ مگه نمیدونین که ما از هم طلاق گرفتیم؟ فکر کردم شاید بخواین بدونین که چی به سر پدر بچه هاتون اومده. بچه هام چی؟ اونا کجان؟ اونا خبر دارن؟ نه، ولی من باشون تماس گرفتم، حالشون خوبه. فقط یه سوال، درسته که من تلفن کردم، ولی میخوام بدونم چی باعث شد که با این سرعت خودتون رو به اینجا برسونید؟ شما که یه هفته پیش به خون هم تشنه بودین. وقتی تلفن کردین موندم که چی کار کنم. آخه این همه سال کم نیست، یه عمره. کلی وقت میخواد تا آدم بتونه همه چیز رو فراموش کنه. متشکرم. صبر کنین، من نمیتونم اینجا بمونم. فکر میکنین وقتی به هوش بیاد از دیدن من چه عکس العملی نشون میده؟ هر عکس العملی باشه بدتر از طلاق نیست. آزه